برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. محققان ژاپنی در شهر آموری با هدف دستیابی به یک منبع انرژی تجدیدپذیر برای پوشش کمبود برق، تحقیقات خود را در مورد چگونگی تولید برق از برف آغاز کردند. محققان در این شهر دوره ای آزمایشی را در یک استخر شنا در یک مدرسه ابتدایی متروک و از ماه دسامبر سال گذشته آغاز کردند تا امکان سنجی تولید برق با استفاده از اختلاف دمای بین برف ذخیره شده و هوای اطراف آن را بررسی کنند. منابع محلی از ربوده شدن 32 نفر از ایستگاه قطار در جنوب کشور نیجریه توسط افراد مسلح ناشناس خبر دادند. این اولین عملیات روبایش در نیجریه نیست و پیش از این در چندین عملیات گروه‌های افراطی اما از سنی مذهب یا مسیحی دست به چنین عملیات‌هایی زده بودند. شهر منامه پایتخت بحرین میزبان نمایشگاهی با محوریت سبک زندگی حلال خواهد بود. این اولین نمایشگاه رسمی حلال بحرین است که با همکاری مرکز اسلامی توسعه و تجارت مراکش و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و مرکز کنفرانس و تحقیقات کمبریج برگزار خواهد شد. کتابی جدید با عنوان مراحل تاریخی طراحی شهر مقدس کربلا چاپ شده که حاوی مطالب مهمی درباره تاریخ ساخت و طراحی این شهر مقدس است. این کتاب به همت مرکز تحقیقات و پژوهش‌های آستان مقدس امام حسین علیه السلام چاپ شده است. قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق با اریک شوالیه سفیر فرانسه در بغداد دیدار و گفتگو کرد. گفته می شود طرفین در این دیدار درباره موضوع مبارزه با تروریسم و اردوگاه الهول سوریه که بزرگترین اردوگاه تروریست ها در جهان است صحبت کردند. فولکر تورک مذاکره کننده کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت بورکینافاسو خواست برای تحقیق درباره کشته شدن 28 نفر تحقیقات فوری لازم و شفافی را انجام دهد. این مقام سازمان مللی درخواست خود را رسما خطاب وزیر خارجه کشور بورکینافاسو منتشر کرد.